سلام به همه شما دوستای عزیزم، اینجا کانال مرد سفره، من مهدی هستم و به همراه انسی به شما خوش آمد میگیم. ما از سال 97 با کمپرمون زندگی سفر میکنیم. تو این کانال تجربیاتمون رو با شما به اشتراک میذاریم. خوشحالیم که این ویدیو رو با ما همراه هستید. اگه ویدیوی قبلی ما رو دیده باشین، میدونین که ما و دو تا دیگه از دوستای کمپریمون برای دیدن تنگ براق از بهشت گمشده کانفیروز به سمت روستای تنگ براق از بخش سده شهرستان اقلید به راه افتادیم. ظهر هنگام بود که به روستا رسیدیم. برای کمپ به رودخانه پایین دست تنگه رفتیم، اما به خاطر شلوغی تعطیلات تصمیم گرفتیم امروز رو در محلی دورتر از محوطه پارکینگ بمونیم تا هم دوستای اصفهانی دیگه اون برسن و هم منطقه خلوت‌تر بشه. عصر بود که دوستان دیگه‌مون هم رسیدند و به ما ملحق شدند. با غروب خورشید دور همی و محفل بزممون برپا شد و گوش جان دادیم به هنر دوستان هنرمندمون. کادره هیچ مگوشینم های عزیزم مینا بناش دستمال هفرنگ چی تیاد فیدا ندا ویل چارله شب های کم با وجود دوستان هنرمند لذت بخشتر و خاطر انگیزتر میشه. صبح بعد از تعطیلات همه گردشگرا رفته بودن و با خلوت شدن پارکینگ ما هم نقل مکان کردیم و همگی به اونجا رفتیم تا به دیدن تنگ براق و حوضچه‌های اون بریم. یه جای زیبا کنار رودخانه انتخاب کردیم و کمپمون رو اونجا برپا کردیم، اما متاسفانه مثل خیلی از نقاط گردشگریمون اونجا هم پر از زباله بود و تصمیم گرفتیم اول محل کمپ رو پاکسازی کنیم. کل زباله و پلاستیک بسته‌بندی انواع خوراکی‌ها لای گیاه‌های زیبای کف رودخونه گیر کرده بود. با دوستانمون زدیم به آب و شروع کردیم به جمع‌آوری زباله‌های داخل آب و کنار رودخونه. تا جایی که تونستیم زباله ها رو از رودخونه خارج کردیم و بعد از تمیزکاری محل کمپمون برای دیدن تنگه به راه افتادیم. بعد از طی مسافتی کمی حدود 5 دقیقه به یکی از جذابترین لوکیشن هایی رسیدیم که تا به حال دیده بودیم. باورم نمیشد آبشاری زیبا به ارتفاع حدود 40 متر که به حوضچه میریخت و یک حوضچه بزرگ با آبی به زلالی اشک و ماهی های کوچیک و بزرگ که تو اون حوضچه زندگی میکردن واقعا زیبا و بی‌نظیر. آب به قدر زلال و شفاف بود که ماهی ها و سنگ های کف آب به راحتی دیده میشدن. با دیدن این همه زیبایی همه مشغول گرفتن عکس و فیلم های یادگاری شدیم و هر کسی یک گوشه مشغول شد. تغییر بده. 3 2 تغییر. خوبه.
هنوز اوایل اردیبهشت ماه بود و دمای آب بسیار پایین، اما مگه میشد از این آب زلال این منظره به راحتی گذشت؟ انسی خودش رو به آب انداخت و بعد از اون ما هم یکی یکی به آب زدیم. سرده. بیا آب به قدری سرد بود که در لحظه ورود به آب قلب از حرکت می ایستاد و نفس همون بند می اومد. بشین. سرد نه، بشین. حامد اون دمپایه واسه چیه؟ غرق نشی. غرق نشی؟ برو نمیتونی غرق نشی؟ نقشه چی گروه من همه تو آب هم باری کله به گروه؟ همه شجاع، ورزشی، ورزشکار زهرا جون؟ چه حسی داری؟ خوبه؟ این ابو لطفی، این هم آقا دکتر. شما تو آب چه کار میکنید؟ بدنمون تو این آب سر شده بود و چیزی حس نمی کردیم. اینجا بود که فهمیدم حتی حبس کردن نفسم زیر آب سرد کار سختیه و نمیتونم بیش از چند ثانیه زیر آب دووم بیارم. تلالو نور و خورشید در زیر این آب زلال و درخشش سنگ‌های کف آب فوق‌العاده دیدنی و زیبا بود. همینجا بگم عمق این حوض چه در نزدیکی آبشار بیش از 2 متر میشه و اگه به شنا مسلط نیستین به هیچ وجه به قسمت‌های عمیق وارد نشین، چون هر لحظه احتمال اینکه به خاطر سردی آب دچار مشکل جدی بشین وجود داره. شنا کردن در آب شیرین و سرد توان بدن رو خیلی زود تحلیل میده و کم کم سرما به بدن غالب میشه و باید دیگه از آب خارج شد. دیگه کاملا سرما به عمق وجودمون نفوذ کرده بود و ما هم حوضچه رو ترک کردیم و با کمپ برگشتیم تا تجدید قوا کنیم. من لباس‌های خیسمون رو شستم و پهن کردم و انسی هم مشغول پخت نهار شد. امروز میخوام یه غذای محلی درست کنم، بانجان پلو. بالاخره بادم چون پلوی انسی پزمونم آماده شد و رفتیم برای خوردن. توی کمپ هیچ چیز آرامش بخشتر از صدای طبیعت به همراه موسیقی نیست. البته موسیقی که با طبیعت همراه باشه، نه صدای ناهنجاری که متاسفانه جدیداً باب شده و تو همه نقاط دیدنی و گردشگری معضلی برای طبیعت و جانداران اون منطقه شده. شب رو در همون منطقه موندیم و صبح دوباره به آبشار تنگه برگشتیم، اما این بار برای دیدن آبشارهای بالای تنگه از پلکان و شیب دیواره ها بالا رفتیم تا به بالا دست برسیم.
بزچه های کف دره از این بالا زیباتر و جذابتر دیده می شود. در امتداد مسیرمون درختان کهنسال بلند بالایی دیده می شود و آبی که از هر جا بیرون می زد و زیر پامون جاری بود. ما مسیر پاکنیک رو دنبال کردیم تا به قار آبشار برسیم. در انتهای مسیر و بالا سر حوضچه ها به یک غار کوچک که از سقف اون آب از دیواره های خزبسته پایین میریخت و بسیار زیبا و چشم‌نواز بود رسیدیم. در کنار اون غار یک کتیبه سنگی منسوب به دوره ساسانیان که متعلق به شاپور اول و شکار و تیراندازی وی در این تنگه بود وجود داشت. از زیبایی این نقطه به وجد آمده بودیم. سعی میکردیم هر طور که شده زیبایی اون رو در تصاویر و ویدیوهامون ثبت کنیم. امیدواریم که تونسته باشیم گوشی از احساسمون رو از دیدن این همه زیبایی به شما هم منتقل کرده باشیم. این ولاگمون و ماجراهای تنگه براق هم به آخر رسید و بعد از این دره راهی یکی از زیباترین آبشارهای ایران به نام آبشار مارگون هستیم. ازتون دعوت میکنیم ولاگ بعدی رو هم همراهمون باشیم. اینجا یه آبشار کوچولو از سقف داره آب میریزه، ریخته رو این سنگ و سوراخش کرده و باز از اینجا یه سوراخ داره که برای تخلیه شدن آب.